این رادیو چرا گل شد؟ بخیلم بیتریش فیلد شد، بیتریش خلاص شده. چی رقم رادیو داری؟ چی رقم رادیو است؟ این بخیلم از پدر برد میراث مانده. توتا پارچه شده. بگی خب بخیلم وقت ازی رسیده که بخیر که مهمانی بریم. بخانه کی مهمان شد امنا بفهم ده یو وقت؟ شاید مردم کار داشته باشه. مشکل نیست وقتی ما بخانهش مهمان میشیم مزایمش نشیم و به این خاطر میترسیم میگان وقت. اگر نه مهمان خود دوست خداست و روی مهمان کی گرفته میدونه؟ و ما و تو هم هدف ما از مهمانی رفتن این است که ما مزایم از اون نشیم، فقط میریم خبرشون رو میگیریم. خب انا بگو که بخانه کی مهمان شمیم؟ نمیفهمی؟ یک کار دیگه میکنیم. چطور است که بخانه یکی از نطاقای رادیوی آرمان مهمان شمیم؟ بخانه ساغر رشیدی اگه بریم خوبتر است. مهمان ساغر رشیدی گوینده رادیوی آرمان میشیم که در برنامه اختصاصی روز جمعه سهم داره و همکار است. مهمان یار ایتفون مرا تغییر داد نعمت جان والما از کارمندم. خب برسونت با نمی کنند دیگه، خیلی هستم. بازم خوش آمدین برنامه اختصاصی روز جمعه. مهمان یار یک سکتم کس بخلم برشاسمی کده کوزام نسر شانهش یه عکس ساغر جان رشیدی است، رسامیش است. در سال 2001 که رسامی کردن بریم بخیر. بچم چهره شما قسم مثل 2001 است یا تغییر خورده با استایل و چهره 2007 برابر شده یا نشده نمیفهم. زنگی در وزر دادیم صدا از اون طرف برآمد. سلام برسه سر. خوب هستین؟ میمون کار دارین یا نه؟ کار داریم میمون، بفرمایید. ما شما ور نیستیم که میمون خوش نداشته باشین. تشکر زنده باشین. لطف شما چهره تنم نام خدا امروز تلویزیونی شده. خب از برکت شما بفرمایید. همیشه شما را چهره رادیویی تون دیدیم. خب نترسن. بینده تلویزیون تلو نترسن. من نمیفهم نعمت چرا بیرون استاد از داخلش نمیه. بفرمایید نعمت جان بیاین. فکر است که نعمت با آینه اساسات داره. خب بیاین خیر، من پیش آینه استاد میشم. بخاطر که خود ببینه با زیاد خوشحال میشه. دیگه چی حال دارین؟ تشکر، شما خوب هستین، خوش آمدین. بخیر هستین؟ تشکر. اطلاس شما خود روز جمعه ما و نعمت بیکار می باشیم. اگر شما می خواهیم روزهای جمعه یکان جای مهمانی بریم، اما روزهای جمعه متاسفانه که شما خانه نمی باشین. بله یا روزهای جمعه ما نمی باشیم. خب خیر میشه که بعد از پیشین بیاین. نمیتونه دیگه باز بعد از پیشین ما خواه میکنیم وقت استراحت می باشیم. گودی پران بازی میرین؟ نه گودی پران بازیم نه، یکان نفت تشله بردی یاره میکنیم. اینا کجا میرن؟ یام امروز مامی باشه، جایی که مامی باشم یام می باشه. خب شما شکم بودن؟ نه درست، ما خوش شکم بود نیستم، اما ای یکم اگه شکم بود است. خب زیاد نخورین که چاق میشین. چطور است وقتی شما برنامه اختصاصی روز جمعه را در رادیو آرمان پیش میبرین وقت شما خوش میگذره؟ بسیار زیاد، مخصوصا که مردم که تماس میباشم نامه های زینا را میخوانم بسیار برام خوشایند میباشه، بخصوص که ما دو جان جنگ میکنیم سر دختر و بچه، بسیار خوشایند است برام این بخش. همیشه هم تو جنگ میکنی امرای کلگی یا تنها در برنامه جنگ میکنین شما؟ نه صرف در برنامه جنگ میکنیم. خب غیر از خوب دختر هستین دیگه. خب دیگه خوب است. ساغر جان راستی چقدر مدت میشه که خودت نطاقی میکنی در رادیو آرمان؟ 3 سال شد. 3 سال؟ بله از سال 2003 کار میکنم. در همین 3 سال چند برنامه ساختی؟
زیاد برنامه ساختیم، زیاد برنامه بوده دیگه، تقریبا یک ماه دو ماه در تلویزیون هم برنامه داشتم، برنامه جواندونه پیش می بردم. باز بعد از او دیگه باز صرف رادیو را گرفتم. همین شما را کی گفت که شما باید رادیو برین؟ ما را خودم علاقه داشتم بسیار زیاد و تشویق مادر بود رفتم رادیو. حتما در یکان سالونایی که اونجا یه چیز نبوده فقط گپ زدین، باز صدایتون خوشتون آمده، بعد از رادیو رفتیم. بله یاد تون نظیمی سنف اول دوم پرکتس میکردم، زیاد علاقه داشتم که نطاق باشم، باز یک کاغذ میرفت پیش خود میخواندم، سر به خود باز تکرار کردم میرفتم تا که باز اما علاقه من شدم، باز در رادیو رفتم. از سنف اول دو دیگه، خب سنف دو اگر حسابش کنیم منی انال در سنف دو اگر شما 9 ساله بوده باشین دیگه، از 32 سال که نور منفی بسازیم چند میشه؟ مجب دیگه سوالا نکست پیش ما 22 میشه. خیره بخیل مضمون ریاضی بعد تا میه ما به مضمون تاریخ جغرافیا این رسوس اصاب نکنی که گفتیم. خب ساغر جان، برنامه اختصاصی روز جمعه را چقدر دوست داری؟ زیاد دوست دارم، از این خاطر امی باید زیاده ایلایش ندادیم داله. اگر تصمیم گرفته شد که برنامه خصوصی روز جمعه را از شما بگیره، او وقت اکسل عملت چی خواهد بود؟ دیگه شاید زیاد جگر خون شد. بله، بخاطر که عادت کردیم، مثل یک عادت رو برمشه، مثلا بعض وقت که سفر میرم یا رخصت میباشم امو تایم از خواه میخیزم، از از که زیاد عادت کردیم. بخلم دخترها شما را سپانسر کرده که شما باید از دخترها حمایت کنین یا چطور؟ بله، دخترها ما را سپانسر کردن، بچه دو جان سپانسر کردن. خب، باز بالاخره راستی تا حال نتیجه معلوم نشده که کی زور آور است؟ البته که ما هستیم. والا معلوم دار که دخترها توان دخترها را زور دخترها را کس نداره، بخاطر از اینکه اینا را ببینین در یک سال یک روز به نام زن است. یعنی اینی خودش نشانه دهنده از این است که یا بسیار زورآور هستن و بر خود یک روز تعیین کردن، بخاطر اینکه روز بچه‌ها روز مردا خواهش نیست. خب البته یک مقام داشتن که یک روز برشان بوده و دخترها خود که جایشان خاص است. شما موسیقی هم میشنوین؟ بله میشنوم. و قسمی که دوستام شاید در جریان باشه و من هم یادم است که دو سال بود که شما فقط یک آهنگ دوست داشتین دیگه، اما زبختن همون یک چیز بود. من هم فهم کی گفی آهنگه؟ قدرت من پرسان کردم از چهار طرف از همکارای دیگه و خودم هم یادم است همون یک آهنگ پلی میکردین همیشه. کدام آهنگ بود؟ آهنگ دینگ دانگ میگفتن. چی میگفتن؟ امی آهنگ بگوین کدام آهنگ است و چطور است که هیچ ذوق شما تغییر نمیخوره؟ ذوقم تغییر میکنه چون یه آهنگ زیاد دوست داشته میره، همکارام تو به مذاق میماندن و نام مره میگرفتن، کلی فکر میکرد که یه آهنگ من دوست دارم، از خاطر مخصوص سیما صفا زیاد آزارم میداد، یه آهنگ میشه میمون نام مره میگیره. چون من یک دفعه چون مست بود، من یک دفعه یک سال پیش میره پلی کردم چون مست بود بسیار آهنگ، باز دیگه به نام مشته که آهنگ بیخی. یعنی تو خونه که ذوقتون همیشه مثل اما یک فکایی که چند سال هستی گفت 40 ساله، 10 سال بعدم که آمد گفت چند سال هستی گفت 40 ساله، او تو خونه است که یک دو سال بعدم بیایم که بگویم ذوق چی است اما آهنگ بر ما معرفی کنی. خب بعضی از آهنگا میپشه که هم دوست میداشته باشه و هیچ فراموش نمی کنه. خب بازم خوب است نید و ذوق مت نیست که آهنگا را هر قسم آهنگ دوست دارم. مهمان یار و دوستای عزیز، یک چیز دیگره که شما میبینینم و ما متوجه شدیم وقتی ساغر جان رشیدی دفترم می بسیار توجه به لباسشم داره، بسیار زیاد توجه داره و نگفته نمانه که یک روز مصطفی جان خیبر برمی قصه کرد که ما میگن هفته یک بار ساغر جان رشیدی را در لیلالمی میبینیم که او طرف ای طرف میره برای خریدن لباس. شما لباسیتون در لیلالمی انتخاب میکنین؟ نیه مزاق کردن، حتما اونا انتخاب میکنن، بچه ها بعد زوق هستن از لیلام انتخاب میکنن. لیلام انتخاب نکردیم. خب بسیار عالی. و یک اپ دیگه که یادم نره میگن وقتی که شما صبح وقت به برنامه اختصاصی روز جمعه در رادیو آرمان میایین، یک ساعت پیش شما اول آرایشتان میکنین، باز میرین پشت بانک میشینین، گپایتان میزنین، انال اونجا خود کامران نیست شما رو فیلم برداری کنه وقتی، پس برای چی ضرورت است اونجا؟ نه مجیب جان آرایش نمی کنم، بخاطر صبح کی وقت است کس نمی بینم. خب
قبل از اینکه دوستاش ما را نزدیک ببینن در تلویزیون مردم چی میگفتین؟ مثلا یک کس پرسان میکرد، یکی از علاقمندهاتون که ساغر جان چه قسم شیریت هست، چی میگفتین برشان؟ اکثرا دوستا که خط روان میکرد میگفتن چه قسم قواره داری، چه قسم از باس میگفتن میت اگر قواره مرد تلویزیون میبینین دیگه میترسین هیچ برنامه وسایل نمیکنین. تو برشان تو چی میکردم؟ زیادتر میگفتم از من بسیار چاق هستم، بسیار سیاستم، میگفتم هیچ مرد نبینین از او کده خوبتر هستم. راستی اولادا دیده نمیشه ساغر جان؟ اولادا مکتب رفتن. بسیار خوب. کلانترینشون چند ساله است و در صنف چند است؟ کلانترینشون 25 ساله است. چند ساله؟ 25 ساله. 25 ساله. این هیچ امکان نداره، بخاطر از اینکه شما یادم است پارسال بود که با همکارای ما به حساب 32 سالگی شما تجلیل کردیم سالگیری خودتانه. سالگی بود، فراموش کردین. خب بله. خب بسیار عالی. و راستی در مورد پدر اولادا بر ما چیز نگفتین؟ پدر اولادا خارج هسته. بسیار عالی. باز یک دفعه اول شما را میگیره؟ بله اول میگیرم، زنگ میزنم. و در خانه با کیها زندگی میکنین شما؟ خانه مادرم است، پدرم است، برادرم است، اخوارم است. بسیار عالی. لباس هم خودتان میشوین؟ نه من نمیشوم. نمیشوین؟ او رتما ماشین میشوه دیگه، خودش دیگه. دیگه خود ماشین میشوه. و راستی وقتی خانه شما مهمان میه چه قسم رو مهمان نوازی میکنین و تعریفتون از این مهمان نوازی چی است؟ خب مهمان که زیاد دوست داشته باشم بدلم باشه پس خب چای داغ میارم. خب چیزای خوب برش تیار میکنم، اگه بدلم نبود باز دیگه مهمان میک چند دقیقه چای نخوره بره. ما رفتیم دیگه بخلال ما میمانه که هستیم که ایج دیگه بدل تان نیستیم. نه بیشنین چای تایار هستم میارم، خوش ما نماندین. خب درست است. این حالا میمانه میتونه یک گلاشای میخوریم بعد از باز مجلس میکنیم. خب درست است، ما برتان چای میارم. منتو چای داغ باشه بخاطر دیگه که اگه داغ نبود باز ما میفهمیم که ما بدل تان نیستیم. خب چای داغ میارم ایل دارم. درست است. ساغر جان همیشه شما بگین در رادیو آرمان که رادیو آرمان مثل یک فامیل است، فامیل آرمان. الان شما همتون با هم خویشاوند هستین یا چطور؟ نه ما بسیار دوست هستیم، از خاطر ما میشه میگیم چون بسیار دوستای خوب هستیم و عادت هم کردیم که یکی دیگه هفته یک دفعه من بره که دیگه زنگ میزنیم اگه نبینیم، از خاطر خدا مثل یک فامیل فکر میکنیم. میگن ساغر جان رشیدی وقت همراه داود برنامه می داشته باشه بسیار خوب گپ میزنه، اما وقتی با یک کس دیگه میشینه در برنامه میگن در مورد دیگه کس حتی صحبت نمیکنه، صحبت کردن نمیتونه. این چطور گپ هسته؟ نه صحبت کردن نمیتونم، یک کت مثلا سنجر نمیتونم، صداش قبلند است که توبه از چی خوام بزنم هیچ نمیتونم. باز از اون خاطر ببرشان میم که زیاد صدای شما بلند است، باز میگه تون زواز من بسیار بلند است. تا چی وقت شاید شما برنامه اختصاصی روز جمعه را پیش ببرین؟ تا چی وقت؟ تا وقتی که توان چه داشتم بودم در افغانستان پیش میبرم. اگر خم گفتین که فقط شاید پلان داشته باشین که خارج برین؟ نه خب پلان ندارم، خب میشه زندگی سادم چیز گفتن نمیدن، داینده میشه که آدم نباشه. خب اگر بخواین که شما در تلویزیون برنامه داشته باشین کدام برنامه را انتخاب میکنین؟ برنامه جواندونه زیاد دوست دارم چون یک چند مدت هم پیش بودیم، زیاد علاقه مند برنامه جواندونه هستم. بخیلم که شما مهمانی رفتن دوست ندارین، اگر در مهمانیار اگر باشین شاید هر هفته به خانه مردم مهمان شوین. هر طرف چاق میشم دیگه، مجبور است خود دوستا میری برده یک چیز میارن مجبور است که آدم بخورن. بسیار همیشه در برنامه اختصاصی روز جمعه همیشه در مورد غذاها گپ میزنین که مچم این غذا و غذا، اما قسمی که من از فامیلتان پرسان کردم میگه خودش هیچ غذا پختن یاد نداره و خوب باز در برنامه اختصاصی روز جمعه در موردش گپ میزنین. نه آشپزی را یاد دارم، خوب صحیح یاد دارم. بخلم آشپزی را یاد دارین فقط تیوریشه، در موردش میخواین گپ بزنین اما پختن عملی شاید ندارین. راستیش من یک دانه کتاب آشپزی بود از مادر مورا پت میکنم، بعدم استودیو سر از او گپ میزنم، باز کلی فکر میکنه که راستی من دیگه آشپزی را یاد دارم. اصلا از این کتاب کلشه میگم کس نمی پاوا. امی غذای کی یاد دارین؟ کدام غذاست؟ غذا جبلی کباب یاد دارم. چی مشکل است براتون در نتاقی؟ به نظرتون چی بسیار مشکل است؟
چیز خوب مشکل نیست. مشکل بعض وقت برادر می تو ایجاد میشه که یک نفر مقابل که برای در تلفن برای زنگ میزنه مستقیما اون یکم برادر مشکل تام چی میشه که به خاطر آدم نمیفهمه که چقص بودو صحبت کنه بسری برادر از پشتو میگن باز من نمیفهمم باز نمیذاره برای مشکل تمام شه دیگه کدوم مشکل نداره. و انا گفته نمونه شنونده های برنامه اختصاصی روز جمعه در رادیو آرمان شکایت کردن با ما نامه روان کردن که میگن وقتی ما آهنگ فرمایش میدیم امی ساغر جان هیچ نمیتونم یه آهنگ پیدا کنه، میگه که در کامپیوتر این طرف میپاله اون طرف میپاله، میگه آخر آهنگ ما از نشر میمونه. آهنگ پیدا کرده میتونم، آهنگای زیاد سخت نیست، قدیمی را آهنگای آسان بگوی نشر میکنم. خب بسیار عالی. و نیمت جان پلان داره که امروز در برنامه مهمان یار سر شما امی ظرفایی که در او چای خوردیم او را باید شما بشوین. بشویم؟ آه بخاطر دیگه ببینه که شما یه ظرف شده میتونین نه نمیتونین بشویم؟ نمیگه نه نشوی نه نه من نمیفهمم که شما برعکس گفتین ظرفا رو بشویه میگن بشویه بشویم؟ خب خیر نیشیم چه کار بسیار آسان هستن. خب بسیار خوب. خیلی میریم ظرفا رو بشوین و از طرف چیزی خوردنی اگه بخوریم خوبتر از به نظر من. درست 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 ظرفا رو که میشوین بشوین یک ظرف شتن که چی داره؟ خب آشپزی برتان میکنم دیگه مشکو ظرفا رو که میشوین اکس کامل دیگه او سرشمن نزید دیگه چی ندارم دیگه او سرشمن نزید یا صابون نداریم بخیر نه داریم میشوید. شما هیچ کار نمیکنین به این خاطر؟ نه کار میکنم، زیاد کار میکنم. بس نه یک دارم بسیار کم هسته. خیلی دیگه اتا هم ظرفای شکلش کباب شویا بس دیگه باش که میرم میخواییم ببینیم که چقسم ششتیم ایک بار میخواییم ببینیم که چقسم ششتیم نشه کوگه؟ من میدیدم. خب داخلش کوگه؟ نه خب درست است. بخنم گلاس پاک گرسین پس اثر یک او کش کردین. نیم گلاس بس که شما چای خورده بودین. خواه درست است. راستی یک پتگر که ما متوجه شدم ساغر جان رشیدی خانهش نام خدا بسیار از نگاه دیکورشن هم بسیار خوب است. خودتون دیکور کردین تره؟ نه مادرم. خواه بسیار علی. و خود شما را مادرتون ترایی کرده یا چطور؟ نه خوده. مهمان یار مهمان یار ای کرایی چیزا اینجا خالی مونده گیسته میشه یکان چیز دهش پرده. خب قلچه دهش پخته کنم برتان درسته؟ خب بر چیزی که شما پخته میتونین. خب ما را هیچ باور ما نمیه که شما آشپزی کرده بتونین. ایره از پلاستیک جور کردین دستکش هایتونه؟ نه ایره خودم تیار کردیم از پلاستیک. خب یک دونه پلاستیک من برتان میارم خلطه پلاستیک از اون جور کن. بر شما دوستایتون چون بدرنگ و کلان است نمیشه سر به دختران میشه. یاد دارین؟ نه خیر نه متاسفانم بچه ضرورت نداره که از چیزا یاد داشته باشه شما که هستین دیگه. نه خب کارشون بسیار خشرس از خاطر راست میگن کارای پاک که اونا کدام میتونن. کارا رو باید شما کنین. ما فقط باید بازارم در لب سرکا که ببینین بچه هستن نه خیلی چیزا رو تیار میکنن. تو نیمه جان یا شما بسم الله روغنم داغ نشده بود. خب بگو این راستی که چی پخته میکنین بر ما؟ بر شما چبلی کباب پخته میکنم. بس است یک دانه بس دانه؟ امیر چرا نه دو دانه باشه خوب شما یک دانه بس است شما زیاد میخورین نیم کنین امیره نیم شما نیم از اینا نه درست که او خب بر ما وزی کافی است اینو یک دانه دیگه بر خود توجه کنین چون ما اخ خود بر شما نمیتیم. خب راستی ساغر جان چرا ایره چپلی کباب میگه؟ بخاطر که شکلش چپلی بودسته. تا حالا تو کدام وقت شده که چپلی کدام کسی زده باشین کدام بشره؟ آه زده این بله یا خدا ما رو نگاه کنه. خب پخته شو یا نیم خام؟ دیگه برابر باشه. برابر باشه خام. اگر یک هتل پیشنهاد کنه که شما در هتل من ایسه آشپز کار کنین و معاش بسیار گزاف و بلند هم به شما تعیین کنه آیا کار میکنین؟ نه دیگه جایی که بچه ها باشه باز ما را صبر است باز برای یک بچه تقاضا میکیم کنا برن. شما را باز میگیم چطو؟ نیترست که خیر دوست مشپز میشم باز چند تا دختر دیگه گرسون شوه یک رقم قفگیر میزنی که فقط تو حالش قفگیر نزده باشی. ای خامت راست نی بخاطر که نسوزد پخته شوه از خاطر خام نمانه یاد بگیرین. ما گفتم که کچ تاتیری میکنی شما چی را یاد دارین؟
من هیچ تعداد ندارم فضل خدا، به خاطر اینکه هیچ ضرورت نشده. چون آشپزی و گپا مربوط دخترها میشه، فضل خدا بچه ها از این کارا دور هستن. در رادیو شنیدم که شما سرمی آشپزی لط خورده بودین، راست بود در خانه؟ نه خیر، نه نه، خدا نکنه. آماده شد بخیر؟ آماده شد. آماده که پیش از پیش میریم، اونجا آمادگی میگیریم. مهمان یار. تا حال کدام کسی بوده که از دستپخت شما شکایت کرده باشه؟ همچنین کلان هم همیشه شکایت میکنه. همیشه شکایت میکنه؟ همیشه میگه نمک کم است، مچم که روغنش کم است. فشار هم دارین، نمک کم انداختیم از مخواه. خب سرالی، گپی نیست و شما عادت دارین از دستپخت خودش نمیخورین؟ نیم، من میخورم. ما اول ببینیم که شما میمان استید. شما میدرست اول شما با خود بگیرین اردی ما اجازه. اول شما بگیرین. خیر اول شما بگیرین اصلا کن. میدرست که شما خیر نشر بین بگیرین. نه با وقت منو میخورم یک کس نما سعی کنه بس تو خب ما شما رو پت میکنم بریم. نه اون طرف سعی کنین شما خیر. نه ما جان با اجازه تون. شما اول میگیرین یا ما بگیرم؟ اول ما میگیرم. چقدر وقت میره؟ من چی دی؟ بگیرین شما بگیرین. نیمه جان اون خدا قد چاق است که تو با چطور شما که تزی ایره تا بالا بشین مزه داره؟ زوف نکنم دکتر رو اینجا نیست. شما بایی خود یک قسم غذا رو پخته میکنین که دیگه کس خانه تن نبیه؟ چرا؟ بخاطر دیگه هیچ مزه ایزی معلوم نیست که شخص مزه میتهی خواه نخورین یه همشیری تا ناکی از شما شکایت نمیکرد. شکر ایزی که ایره پخته کردیم ایره باز بخیر بر ما بتیم باز نیمت جان چون بیکبر از هر چیزی میخورم. خواه من تا که چیز خوب نباشه خوب پخته نشده باشه من نمیخورم متاسفانه. خواه نخورین خیر بس بود. راستی تا حال کی صفت دستپخت شما را کرده؟ کس بوده؟ کلگی بوده؟ اگر کسی نبوده من تا یکی دم لیستتان اضافه میشه بخاطر از اینکه واقعا شما دست پختن بسیار مزه‌دار از بسیار خوب پخته میکنین و به خیلی من مشیریتون اشتباه گرفته. شما واقعا بسیار مزه‌دار پخته کردین. من یک شوخی کردم فقط بسیار لیسته بسیار مزه‌دار بگیرین دکان واقعا مزه‌دار است کی تیار کرده که واقعا همه چیزش برابر است. نمکش برابر است، مرش برابر است، نه تند است، نه تیز است، نه شور است، نه شیرین است، بسیار لیسته. باشه کنه سیب هم بخورم. چرا سیب کنه؟ او را ماشرش کردیم کجا میمانا نخوره. آه خیبت میگفتیم. آه او را باری کنه. چرا که سخت است ای؟ ایر بختر کس نخوره از او خوردم. ایر بخنم بود از ایزی که زیاد ماندین بیخی خوش کام شده میگم. خوش شده آیر بخاطر ماندین که کس نبر از او خوردم. مهمان یار. خب دوستان برنامه مهمان یار، رشیدی صاحب والد ساغر جان رشیدی است. امروز نام صحبت میکنیم و میبینیم که ساغر جان چقدر در خانم شوخ هسته. ایره از زبان رشیدی صاحب میشنیم. چی حال دارین شما؟ تشکر، بسیار صفا بردین، خوش آمدین. ساغر جان شوخ نیست، برعکس آجیز است، آرام است، بسیار زیاد وظیفه خودم میره. من خانم کار میکنم، میشه در خانم مصروف است. من بسیار راضی شدم ازش. آیا شما هم از شنونده از شنونده های برنامه ساغر جان رشیدی هستین یا نه؟ نه شما نمیش نمیم به خاطر از اینکه روز جمعه من بسیار که من مزاق کنم شوقی کردم میشنم. روز جمعه من میرم ورزش میرم تا نا وقت میباشم باز که من میایم و لحظات آخر شستک من رو شوقی کردم و میشنم تشویق میکنم من رو بسیار تشویق شما میکنم و مادرش گفتیم که برنامهش مکمل بشنوه تصحیحاتی که لازم است در برنامهش برای البته برای خود ساغر برای همکارش من اجازه ندارم برای خود مادرش گفتیم که تصحیح کنه گپایش است سخنایش جای اشتباهاتی که می داشته باشه دیگه یگان وقت ما میشنم ولی بسیار کم. آخرین بار که کار شدین سر ساغر جان چی وقت بوده و چطور؟ ما یک روز خواهر شدم گفتم پیران ما تو که یادش رفته بود. تشکر یک جان از شما، بسیار خوشحال شدیم که مهمان شما بودیم برای نیم ساعت و باز بخیر در آینده هم بعد مدت زیادی باز یک دفعه دیگه مهمانتان میشیم البته باز همراه شما صحبت میکنیم. باز من برم.
باز ما برم یا باز ما باشه مامون؟ باز وقت شما میتونین که یک دقیقه بیاین باز پس برین. او درست است. تشکر. خب حالا اگر اجازه تن باشه ما دیگه میریم. بخیر. تشکر. بخیر. خلطا اونجا یاد تن نرک چیزایی که جمع کرده بودی. باز دورم میمونم برای روز جمعه براتون نگاه میکنم، چون روز جمعه اونجا کس نیست که با شما نان تیار کنه و صبحانه تیار کنه در رادیو آرمان. هنی؟ درست است. تشکر. خداحافظ.